درود بر شما مخاطبان عزیز و گرامی کانال زندگی ایدئال. ازدواج با فرد سرد مزاج. هنگامی که قراره شخصی رو به عنوان همسرتون انتخاب کنید، یادتون باشه که توجه به مزاج اون اهمیت داره. از دیدگاه خیلی از حکمای روش‌های طبیعی درمان، هرچند میزان تفاهم و همفکری زن و مرد برای داشتن زندگی شاد و موفق ضروریه، ولی توجه به نوع مزاج دو طرف و اختلاف‌های طبیعی بین زوجین هم میتونه روند زندگی رو جذاب‌تر و شادتر کنه. تو این ویدیو با ما همراه باشین. شخصی که مزاج سرد داره معمولاً روحیه آروم داره و در روبرو شدن با مشکلات و مسائل گوناگون تو زندگی عجولانه برخورد نمی‌کنه. بنابراین در صورتی که چنین شخصی با کسی ازدواج کنه که طبع گرم داشته و در روبرو شدن با مشکلات به یک بار عصبی شده و به اصطلاح از کوره در میره، طبیعتاً این زوج تو زندگی با مشکلاتی روبرو میشن و بنابراین موکداً توصیه میشه که پیش از ازدواج نوع مزاج زن و مرد بررسی بشه تا شخص نسبت به عکس العمل و رفتار طرف مقابل تو جنبه‌های گوناگون زندگی آشنایی پیدا کنه و در واقع تو زندگی آینده اونو درک کنه. بعضی اشخاص تفاوت مزاجی خیلی زیادی دارن و در واقع دو سوی یک تیغ قرار میگیرن. چنین اشخاصی در صورتی که بخوام با هم ازدواج کنن، قطعاً باید پیش از ازدواج تو این رابطه از متخصص مشورت بگیرن تا از راهکارهایی که میتونه به کمک اون به تعادل مزاج برسه آشنا بشن. جامعه شناسا معتقدن نارضایتی‌های جنسی تو زندگی مشترک از جمله دلیل‌های اصلی ولی پنهان طلاقه. یعنی بسیاری از زن و شوهرهایی که طلاق میگیرن هرچند مسائل دیگری رو برای دلیل طلاقشون مطرح میکنن، ولی در واقع به خاطر عدم رضایتیه که از روابط زناشویی دارن. آمار نشون میده مسائل جنسی تو ازدواج تو برخی از شهرهای ایران دومین دلیل اصلی طلاقه. یکی از دلایلی که تو زندگی مشترک امکان داره سبب نارضایتی جنسی زوج از همدیگه بشه، عدم تشابه مزاج جنسی تو ازدواجه. به طور کلی افراد رو از لحاظ مزاج جنسی به دو دسته گرم مزاج و سرد مزاج میشه تقسیم کرد. به گروهی که میل جنسی زیاد و تمایل بالایی به برقراری رابطه زناشویی با همسر دارن گرم مزاج یا اصطلاحاً هات میگن و گروهی که این نیاز و تمایل رو کمتر در خود حس میکنن سرد مزاج گفته میشن. همونطور که همواره تاکید میشه، همشأن بودن اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی برای انتخاب درست همسر باید در نظر گرفته بشه. تشابه و همخونی جنسی هم دارای اهمیت زیادی برای رقم زدن یک ازدواج موفقه. یعنی بهتر طبع جنسی دو طرف مشابه باشه. به همین علت که روانشناسا توصیه میکنن حتما قبل از ازدواج این جنبه رو هم تو شریک عاطفی خودتون بسنجین و به اون اهمیت بدین. چون اگر یک فرد گرم مزاج با فرد سرد مزاج ازدواج کنه، امکان داره خواسته ها و انتظارات جنسی یکی از اونها یا هر دو به درستی رفع نشه و همین امر به مرور سبب به وجود اومدن اختلافات جدی بین اونها میشه. البته برای انتخاب همسر مهمترین شرط داشتن تفاهم، عشق و صمیمیت و تناسب‌های فرهنگی و دینیه، ولی در کنار این مسائل بررسی نوع مزاج و طبع افراد هم از جمله نکات مهم شمرده میشه. خوشبختی علاوه بر تفاهم و تعامل زن و مرد، با هماهنگی و همسویی مزاج و طبع زن و مرد نیز ارتباط مستقیم داره. به این معنیه که بهتر فرد گرم مزاج با گرم مزاج و فرد سرد مزاج با سرد مزاج ازدواج کنه. البته واضحه که میزان گرم مزاجی و سرد مزاجی در اونها درجات مختلفی داره و این مسئله میتونه به ایجاد تفاهم و درک بیشتر اونها کمک کنه. چرا که وقتی یه مرد و زنی با دو طبع مخالف در کنار هم قرار میگیرن، اختلافای مزاجیشون امکان داره اونها رو نسبت به هم حساس و کم تحمل کنه و باعث بروز سوء تفاهم‌های خیلی بین اونها بشه. به طور کلی در ازدواج هرچه مزاج زن و شوهر به هم نزدیک باشه مطلوب‌تره و تفاهم بیشتری با هم خواهند داشت. البته این نکته رو باید در نظر گرفت که چنانچه سردی یا گرمی مزاج یکی از دو طرف بیش از حد باشه، این مسئله صادق نیست. برای افرادی که مزاج خیلی سرد یا خیلی گرم دارن، بهتر طرف مقابل مزاج مخالفی داشته باشه یا بهترین حالت اینه که مزاج متعادل داشته باشه. بهتر افرادی که تمایلات جنسی بالا دارن با افراد گرم مزاج ازدواج کنن، زیرا چنانچه زن بیش از حد سرد و مرد بیش از حد گرم باشه، تمایلات مختلفی تو این زمینه خواهند داشت. گرم و تر مزاج ها توان و تمایل بالا و گرم و خشک مزاج ها تمایل بالا و توان کمتر دارند. سرد و خشک مزاج ها تمایل بالا و توان کم و سرد و تر مزاج ها توان و تمایل کمی برای آغاز رابطه دارند.
فرد فعال و پر انرژی از فرد فعال و پر انرژی خوشش میاد. تصور کنید زن و شوهر برای یک مهمونی دعوت شدن. زن مزاج سرد داره و شوهر بسیار گرمه. شوهر به علت گرم مزاج بودنش فوراً سر و وضع خودش رو مرتب کرده و آماده رفتن میشه. اما زن به علت سرد مزاج بودنش بسیار کند عمل کرده و شوهر مدت زیادی منتظر میمونه تا زن آماده رفتن بشه. حال اگر از این تضادها تو زندگی زیاد باشه، به مرور زمان عشق و علاقه زوجین ها نسبت به هم کم میکنه. افراد صفراوی حافظه خوبی دارن و تیزهوشن. این افراد باید با همسنخ خود، یعنی افراد دارای مزاج گرم و خشک، ازدواج کنن. چون در صورت عدم رعایت تطابق مزاجی این افراد، قادر به درک یکدیگر نخواهند بود. گرم و تر مزاجان دارای روحیه شاد، خوشمشرب و اجتماعی هن. تصور کنین چنین فردی با یک فرد سرد و خشک ازدواج کنه. فرد سرد و خشک گوشه‌گیره و تمایلی به شرکت در اجتماعات نداره. این دو نفر به علت تقابل مزاجی که دارن نمیتونن با هم کنار بیان. با توجه به اینکه از خصوصیات بلغمی مزاجان خونسردی و بیخیالی اونها در حوادث و مشکلاته، حال اگر یک طرف بلغمی و طرف دیگر گرم باشه، یک طرف همیشه تو استرابه و طرف دیگه بیخیال. فرد گرم مزاج از بیخیالی طرف مقابلش خسته میشه و این وضعیت تو دراز مدت باعث تنفر و انزجار مو از طرف مقابلش میشه. متقابلا فرد سرد مزاج، یعنی همون بلغمی، فرد گرم مزاج رو به خاطر استراب و عجول بودنش سرزنش میکنه. بدون در نظر گرفتن مزاج هم میتونیم به این تطابق برسیم، ولی مزاج شناسی کار بسیار آسونیه و شناخت بهتر صورت میگیره. اما تو مزاج شناسی از خصوصیات بدنی هم میشه کمک گرفت و به حالات روانی افراد هم پی برد. مزاج مردان نسبت به زنان گرمتر و خشکتره و همین جهت تو عالم انسانی زنان پیرو و دنباله روی مردان هستن. علائم سرد مزاجی تو زنان غلبه داره و به علت این تفاوت مزاجی مدیران و رئیس ها اکثرا مردها هستن. تو خانواده هم همینطور بوده و مدیر خانواده مرده. حالا اگر زنی رو دیدین که مدیر شده و توانای این کار رو هم داره، بدونین که حتما گرم مزاجه. نکته خیلی مهم اینه که انسان میتونه با تحصیب نفس و اراده تا حدود زیادی نواقص و اشکالات خودش رو تعدیل و اصلاح کنه و البته بعد از ازدواج هم با اطلاع از اینکه بسیاری از رفتارها و واکنش‌های طرف مقابل بر اساس مزاج اونه و عمدی در کار نیست، میشه به آرامش و تفاهم بیشتری دست یافت. افرادی که مزاج گرم یا خوش دارن خواب کمتر و افرادی که مزاج سرد یا تر دارن میزان خواب بیشتری دارن. معمولا گرم مزاج‌ها جسه درشت‌تری دارن و رشد بدنیشون از نظر قدی و عرض شونه‌ها بیشتره، اما افراد سرد مزاج جسه ریزتری دارن. البته در بین گرم مزاج‌ها افراد با مزاج گرم و تر نسبت به افرادی که مزاجشون گرم و خشک جسه درشت‌تری دارن. افراد با مزاج تر چاق‌ترن و افراد با مزاج خشک استخونبندی ریزتری دارن و عموماً لاغرترن. سپاس از اینکه کانال زندگی ایدئال رو انتخاب کردین. فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و اشتراک ویدیوها از ما حمایت کنید. پیروز باشید و تندرست.